درود فرمان خدمت سان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز یک شنبه 24 اردیبهشت ماه نمادهای بزرگتر و شاخصساز بازار از ابتدای ساعات بورس تقریبا حرکت خودشون را به سمت بالا شروع کردند و بالاخره موفق شدن یه جورایی بازار را هم دنبال خودشون بکشونن، به نحوی که خب شاخص کل تقریبا 2.1% مثبت و شاخص کل هم وزنم که ابتدای کار منفی بود در نهایت با 1% مثبت کار خودش را به پایان برد. بهترین عمل کرد میرسه به شاخص صنعت که میبینید از همون ابتدای کار یه جورایی میشه گفته صنعتی ها حرکتشون امروز خوب بود. نقشه پایانی هم نقشه بسیار خوبی هستش، همونجور که مشاهده میکنید اغلب نمادها سبز هستن، این در حالیه که نقشه در ساعت 9 و 10 دقیقه همونجور که میبینید چند تا قرمز بزرگ داخلش بود، مواد غذایی کلا قرمز زیاد داشتن و در ساعت 10 و 10 دقیقه هم تعداد قرمزها خیلی فرقی نکرده بود. خودرویی ها قرمز زیاد داشتن در 10 دقیقه، بانک دی که ابتدای کارم قرمز بود میبینید اینجا قرمزه، مواد غذایی مخصوصا قرمز داخلشون ساعت 10 و 10 دقیقه هم زیاد دیده میشه، ولی فراورده های نفتی از ابتدای کار امروز خیلی قدرتمند جلو رفتن پالایشی ها و از ابتدا تا انتها سبز بودند به لطف فراورده های نفتی و همچنین پتروشیمیا فلزات اساسی. امروز روز خوبی در بازار رقم خورد. بانک دی هم ببینین عبدال کار سبز بود، آخر کار با خاکستری کار خود ابتدای کار قرمز بود، بعد جور قرمز بود، آخر کار با خاکستری کار خودش رو پایان برد. مواد غذایی هم به غیر از حالا 4-5 نمادی که اونم قرمزاشون خیلی شدید نیست، بقیه نمادهاش هم حتی امروز سبز شدند. بقیه گروه ها هم که تقریبا وضعیت خوبی داشتن و آخر کار اغلب نمادهای بورسی با رنگ سبز کار خودشون را به پایان بردن و فیلترها هم تقریبا همین قضیه رو تایید میکنن. فیلتر ارگو ساعتی ها رو ببینید، امروز نشون دهنده اینه که نمادهای بسیار زیادی توی اون ساعات پایانی بورس برگشت داشتن و همونجوری که مشاهده میکنید آخرین قیمت معاملاتیشون تقریبا بیش از 4% نسبت به ساعت قبلش روش کرده بودم، لیستشون بود که با همدیگه مشاهده کردیم. این فیلتر ما اصلا دیروز خاموش بود، یادتون باشه هیچ نمادی وجود نداشت که قدرت خریدار 6 برابری حقیقی نسبت به فروشنده حقیقی داشته باشه، ولی امروز همونجوری که مشاهده میکنید تقریبا 2 صفحه از این نمادها یافت میشه و از این 2 صفحه تقریبا میبینید بیش از نصف صفحه هم با حجم خوبی معامله شدن که تایید میکنه که امروز روز خوبی هستش. نمادهایی که آخرین قیمتشون از کمترین قیمت ماهیانه هم پایین تر اومده رو مشاهده میکنید وسوق، گز، فنفت و پدرخش هستن. نمادهایی که سعودی شدن بعد از اصلاح را میبینید در این فیلتر. همچنین فیلتر بعدی سهامی که به کف ماهیانه خودشون رسیدند رو نشون میده که خب این فیلتر همونجور که مشاهده میکنید بعد از مدت‌ها چند روزیه که روشن شده و در حال نمادهایی هستن که اصلاح خوبی توی این 1 هفته انجام دادن، به نحوی که توی 1 هفته به کف ماهیانه خودشون رسیدند. نمادهایی که برای فردا پیش بینی میشه هم تعدادشون زیاده و تقریبا 4-5 صفحه هستن که مشاهده میکنید توی تمام گروه ها بالاخره نمادهایی از این جنس هم در این فیلتر ما یافت میشه. RSI زیر 20 هم هنوز زیاد نداریم، ولی نکته جالب اینجا هستش که RSI های بالای 80 مجدداً امروز تعدادشون زیاد شد و این نشون دهنده اینه که اون فیلتر ما که دیروز این فیلتر که دیروز تعداد کمی نماد رو نشون میداد
مجدداً جورایی راه افتاده. بسیاری از نمادها آرساشون مثلا رسیده تا 70-75 دوباره برگشته به سمت بالا، که اینا هستن. بخاطر که دیروز اینها همگی اگرتون باشه RSIشون کمتر از 80 شده و به قدر چند تایی، و خب امروز بازگشت را در بورس شاهد بودیم. مهمترین اتفاقی که الان میتونیم بهش اشاره داشته باشیم این هستش که حقیقی ها مجددن به بازار برگشتن. خروج پول حقیقی که چند روزی با شدت ادامه داشت امروز متوقف شد، و همچنین 1555 میلیارد ورود پول حقیقی به ثبت رسید. خب دیروز 3800 میلیارد خروج داشتن که امروز 1555 میلیاردش را مجدداً به بازار برگردوندن حقیقی ها. باید ببینیم که آیا این روال میتونه ادامه دار باشه، چون که اگر این اتفاق بیفته اون موقع قطعاً شاخص کل میتونه از همین جایی که هست حرکت خودش رو به سمت بالا شروع بکنه، وگرنه خب روی این 3800 بین 3800.5 شاید یه مدتی شاهد بالا پایین رفتن شاخص کل باشیم. در حال یه نکته های اهمیت اینجا هستش که مجدداً ما روی 3800 فیبو امروز میبینید که واکنش میبینیم از شاخص کل، و این نشون دهنده این هست که در حال این اتفاقی که افتاده میتونه الان اصلاح واقعا لقب بگیره، چون خیلی ها میگفتن این ریزشه به خاطر اینکه خیلی سریع اتفاق افتاد. همونجوری که مشاهده کردید روی 3800 داره واکنششون میده. حالا قرار بود مثلا این اتفاق توی یک ماه بیفته، 15 رو بیفته بیرسه تا اینجا، حالا توی یه هفته افتاده. پس بنابراین هنوز ما نمیتونیم اسم اتفاقی که افتاده ریزش بنامیم، به خاطر اینکه شاخص کل روی اولین حمایت خودش دو باره که داره واکنش نشون میده. یه بار هم اگرتون باشه هفته گذشته اینجا واکنش داشتیم، یه کندل سبز بود، البته بعدش دوباره قرمز شد. الان هم که میبینید که مجدداً روی 3800 ایستاد، و خب این نشون میده که در هر حال به صورت ریزشی پایین نمیره، و حتی قبلا هم خدمتتون گفتم ما تا حتی حمایت نیم، حمایت 6100 هم جا داره، یعنی تا اینجا هیچ نگرانی نباید داشته باشیم. فرصت های خرید رو از فعلا شروع بکنید. به نظر من میشه رو برخی نمادها فعلا به صورت پله ای شروع کرد. البته ما هنوز خرید نکردیم، ولی فردا احتمال داره توی چند نمادی رو زیر نظر داشته باشیم، و اگر موقعیت مناسب بود، دیدیم که روال بورس به همین صورت میخواد مثبت ادامه دار باشه، ورود رو شروع بکنیم، البته به صورت پله ای و با احتیاط، به خاطر اینکه خب هنوز شرایط تثبیت نیست. ولی بالاخره خیلی از نمادها هستن که الان خوب پایین اومدن، یعنی حتی همین امروز هم که بالاخره اوضاع بورس میبینید که کلن سبز هستش، نمادهای خوبی هم هستن که باز هم منفی خوردن، و اینها ارزشش رو داره که حالا برای اولین پله کم کم ورود را بتونیم شروع بکنیم. شاخص کل هموزن هم میبینید که روی 3800 خودش تقریبا همین واکنش را ازش میتونیم داشته باشیم. ارزش معاملات هم مجدداً کمی افزایش پیدا کرد نسبت به دیروز، و به 17700 میلیارد رسید. در هر حال ارزش معاملات الان عدد خیلی خوبیه، یعنی ما عدد 5000-6000 را داشتیم اون زمانهایی که بورس ما کم جون بود. حتی دیروز هم که میشه گفتش بورس خیلی قرمز بود، باز هم عدد تقریبا 12-13000 رو داشتیم، و فعلا این روند میتونه ادامه داشته باشه. سرانه خرید و فروش رو هم مشاهده میکنید. سرانه خرید امروز 35 میلیون بود در برابر سرانه فروش 28 میلیونی. یه جورایی میشه گفتش که امروز تمامی آمارها به نفع بازگشت بورس تمام شد، و هیچ آماری وجود نداشت که بتونیم بگیم مثلا اینجا یه آماره مثلا شاید یه ذره مشکل داشته باشه و غیر طبیعی باشه. هفته گذشته یادتون باشه ما همون روزی که بورس سبز شد، شاخص کل سبز بود، به خاطر اینکه با
بازگشت حقیقی اتفاق نیفتاده و خروج پول حقیقی داشتیم و یا ورود قوی نداشتیم، من خدمت رو عرض کردم که این بازار احتمالاً میتونه متزلزل بمونه. ولی الان اگر که یک دو روز اینجوری پول حقیقی بخواد روی بالای 1000 میلیارد وارد بشه، کم کم میتونیم که امیدوار باشیم به بازگشت کل بورس. و این بار اگر که بازگشت انجام بگیره از هر جایی، احتمال اینکه از دفعه قبلیه هم شاخص بالاتر بره، یعنی از این عدد 2,540,000 خورده ای که بود بخواد بالاتر بزنه، وجود خواهد داشت. مثلا این بار بره تا 2,700,800. تنها نگرانی ما از این بازار قطعی برقه که خب هنوز اتفاق نیفتاد. یعنی اگه بازگشت بازار رو داشته باشیم، حداقلش اینه که تا اون موقعی که میخواد برقا قطع بشه و اینها، یه حرکت خوبی رو بزنه و بره بالا. این که من فکر میکنم فردا میتونید اگر که روال سعودی رو به همینجور دیدید، کم کم خریدها رو استارت بزنید. خب قیمت تتر در همون مرز 53,000 تومان هستش و قیمت دلار هم الان زیر 52 تومان رسیده. افت قیمت دلار باعث شده که سکه هم به کانال 31 میلیون تومانی فعلا بیاد و در ارتباط با ارزهای دیجیتال هم این دو روزی که بازارهای جهانی تعطیل هستن، میبینید که به اصطلاح در دامنه خیلی کوچکتری بیت کوین حرکت داشته و در همین حدود 26,000 دلار بالا پایین رفته. الان هم 26,680 هستش قیمت هر بیت کوین، که ریالیش هم 1,419,000,000 هستش. و در هر حال باید ببینیم که حالا فردا پس فردا بازارهای جهانی به چه سمتی حرکت میکنند. خب تشکر میکنم از همه دوستان که برای ما کامنت گذاشتن. آقای علی، آقای مجید، آیدی قاسمی، آیدی سیف الله، آیدی پدرام، آقای امیر رضا، آقای کامران، آیدی آقا سجاد، خانم ماندانا، آیدی ای انگوری، آقای امیر که خب صندوق تثبیت و شارژ 500 میلیاردیش رو اشاره میکنند. البته خب حالا شاید جو روانی این قضیه امروز مقداری بازار را در حال برگردوند، وگرنه اگه قرار بود که مثل روند دیروز خروج پول را داشته باشیم، قطعا یه همچین شارژی نمیتونست پاسخگو باشه. تشکر از آقای امیر حسین، آقای محمد طیقی، آقای محمد طیقی که میگن ریزش به این صورت با این سرعت غیر معقول بوده، اعتماد سرمایه‌گذاران آسیب دیده و در هر حال یه مقداری خروج‌ها زیاد هستش. و خب البته حالا بایستی نگاه بکنیم، شاید هم بتونیم در روزهای آینده بازگشت رو ببینیم. در حال ورود پول حقیقی هر موقع بازار شدت گرفت، میشه که روی اون بازار حساب رو باز کرد. تشکر از آقای حسن، آقای فرهاد، آقای رضا هنرور. آیدی کتی میگن خروج پول هوشمند از نمادهای مثل فولاد و شبندر معنیش اینه که فعلا روند ریزشیه، روند ریزشی بورس ادامه داره، که خب نمیشه این رو گفت، ولی در هر حال بهتره که این اتفاق نیفته. البته امروز در حال این نمادها روز خوبی رو پشت سر گذرونده، ولی هنوز ما نمیتونیم شرایط تثبیت رو بگیم. یعنی احتمال داره که یک روز یک کندل سبز باشه، بعد سه روز کندل های بعدی قرمز و بیان امروز ها حتی جبران بکنن برن پایین تر، این اتفاق هم بیفته. یه مشکلی هم که این هفته وجود داره اینه که یک تعطیلی هم وسط کار هست، سه شنبه هم تعطیله، یعنی حالا فقط دوشنبه رو داریم و چهارشنبه. یه مقداری توی همچین اوقاتی بازار کم رمق میشه و خب همین کم رمق شدن تو این شرایط شاید یه ذره اشکال را به وجود بیاره. باز
آیدی کتی میگن که زنگوله کانال روشن کردن که وقتی پست میذاری سریع بهم اطلاع بده. واقعا کانال مفید، واقعا مفیدترین کانال بورسی هستید. خیلی لطف دارید که در حال برای ما کامنت میگذارید و کانال ما رو مشاهده میکنید. ویدیوهای قبلی رو هم ایشون دیدن و در حال خیلی ممنون هستم. منتظر نظرات خوبتون هستم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.